عرض سلام و ادب، امروز قصد داریم که یک گپی بزنیم با هم در مورد فیلم کوتاه اسب ساخته بنیامین بهادران. فیلمی که خیلی سعی داره که تفاوت‌هایی رو ایجاد بکنه، چه به لحاظ ساختار روایی و چه به لحاظ ساختار اجرایی، با آثار بدنه سینمای کوتاه ایران. و از این جهت به نظر من فیلمی است که یک تفاوت خیلی جدی و قابل تأمل داره با فضای فعلی سینمای کوتاه ایران، از این جهت که معمولاً توی فیلم‌های کوتاه ایرانی ما با فضای مواجهیم این روزها که بسیار بیش از این که مبتنی باشه بر یک ساختار منسجم بصری و متنی، مبتنی است بر یک ساختار نمایشنامه رادیویی گونه که بیش از این که مبتنی بر تصویر و هارمونی تصویر و متن استوار باشه، بر مبنای مجموعه از دیالوگ ها و فیلم برداری یا تصویر برداری از روی دیالوگ ها و یا مونولوگ هایی ساخته میشن که خیلی راحت و ساده تصمیم میگیرن بنمایه های دراماتیک یا در واقع مباحث تماتیک ماجرا رو بر سر مخاطبان فریاد بزنن و به شکل بسیار صریحی با مخاطب مواجه بشن و فرصت درک و شهود رو به مخاطب ایرانی ندن. اسب از این جهت به نظر من فیلم قابل تأملیه که برخلاف این جریان حرکت میکنه. ما با فیلمی مواجهیم که اساساً کلام محور نیست و این کلام محور نبودنش بهش اجازه این رو میده که به سراچه خیال بیش از هر چیز دیگه ای در واقع نقل بزنه و مخاطب رو درگیر فضایی بکنه که متفاوت با اون فضای اولا اجتماع زده سینمای ایران که نه فقط این روزها سینمای بلند ایران درگیرشه، بلکه سینمای کوتاه هم درگیرشه. و دوم علاوه بر اون، ما با فیلمی مواجهیم که ساختار و روایت تصویری براش از تبیین و توصیف وضعیت بسیار مهمتره و همین اون رو تبدیل میکنه به اثری که علاوه بر این که دیریابه و به سیاق فیلم‌های مرسوم فیلم راحتی نیست برای دیدن، فیلمی باشه که به مخاطب فرصت همون شهود و لذت غوطه‌وری رو میده و بنابراین اثری است که قابل بحثه، برخلاف بخش عمده ای از آثار سینمای کوتاه ایران. دوست دارم که خودت هم بنیامین در مورد این توضیح بدی که فکر میکنی که آیا اساساً تعمدی اصلا بوده در اینکه بخوای خودت رو از بدنه سینمای کوتاه ایران متمایز بکنی، یا اینکه نه لزوماً و بحثت جای دیگه ایه، به دنبال این نیستی که صرفاً متفاوت نما باشی نسبت به جریان امروز سینمای کوتاه؟ من فکر میکنم که اساساً این تمایز از پیش توی این بخش از شرایط، اون فضایی که ما توش کار میکنیم، اون طرز فکر و ایده هایی که مسئله است برامون و اونو به عنوان یک اصل معتبر و یک اصل ثابت شده، فاکتورهای مختلفی مثل واکنشگر بودن نسبت به وضعیت اجتماعی، مورد بررسی قرار دادن چالش هایی که اساساً بشر متمدن و انسان معاصر باش درگیره، خب در چنین وضعیت فکری به نظر من از پیش تمایز وجود داره ما بین چنین اثری و فضای بدنه و اون فضای قالبی که توی جامعه وجود داره، حالا تو هر حوزه‌ای، تو بحث سینما، تو بحث تئاتر. و اینکه طبیعتاً در مرحله بعدی تلاش برای ایجاد تمایز بیشتر و مشخص کردن و تاکید به این شکاف، بله، در مرحله بعدی مد نظر و قابل توجه برای شخص من. و اینکه همون بحث رکگویی و بی‌پروا بودگی به نظر من چیزیه که امروز ما بهش نیاز داریم و خب جریان سینمای ما به سمت کمدی مبتذل بیشتر میل میکنه، با توجیه اینکه سلایق متفاوتی وجود داره، در صورتی که این سلیقه خودش امکان رشد داره و این به ما به عنوان تولید کننده مرتبطه که در نسبت با اجتماعمون دست به چه کنشی میزنیم
و اینکه اتفاقا چقدر فضاها و امکانات مختلف رو به یاد مخاطب میاریم که مخاطب من متوجه بشه میتونه دگرگونه هم فکر بکنه و در رابطه با یک مسئله دیگه بتونه جنبه های مختلفش رو بهش فکر بکنه و کوچکترین ایده متعصبانه یا فضاهایی که به عنوان فضای فکری از پیش به صورت صلح تو جامعه تعیین شدن درگیر اونها نباشه و این امکان پیدا بکنه که وارد عرصه های دیگه بشه به لحاظ فکری. خب به نظر من اثر کوتاه، یعنی اینکه ما مواجهه کوتاهی با یک اثری داشته باشیم، میخواد اون خودش فیلم کوتاه باشه، مدیوم مدرنی باشه که این کوتاه بودنه، میتونه هنر گرافیک باشه که در کمترین زمان ممکن میخواد بیشترین پیام رو برسونه به مخاطب. اینا به نظر من همشون با یک شوکی درگیرن و یک عنصری وجود داره که میشه اسمشو گذاشت عنصر شوکه کننده اثر، چیزیه که در همون مرحله اول مخاطب رو درگیر خودش میکنه و من فکر میکنم صراحت مواجه شدن با آنچه امروز انسان هست و انسان امروزی خودش رو تعریف میکنه، این مواجهه میتونه بسیار شوکه کننده هم عمل کنه. یه اشاره خیلی خوبی کردی به بحث پرسشگری اجتماعی، چیزی که سینمای ایران تو این سالها، چه سینمای بلند ما چه فیلمهای کوتاهمون، خیلی تأکید دارن روی اینکه مسئله اجتماعی دارن و قصد دارن که اون مسئله اجتماعی رو با یک رویکردی در واقع بازتاب بدن یا حتی بازنماییش بکنن، یعنی با یک نسبت اندکی از انحراف از واقعیت که خب به هر حال اثر هنری ایجابش میکنه قاعدتا. نکته‌ای که به نظر من راجع به اسب خوبه که در موردش صحبت بکنیم همین شیوه انتخاب زاویه بازنمایی واقعیت اجتماعیه. فیلم همونطور که خودت گفتی از این جهت شاید در واقع فیلمی باشه مشابه فیلم‌هایی که ما امروز تو سینما ایران شاهدش هستیم که دنبال بازنمایی مسئله اجتماعیه، اما اون چیزی که در واقع باعث میشه صرفاً در حد همین مسئله مشترک داشتن شباهت‌های فیلم با فیلم‌های بدنی سینما ایران در واقع باقی بمونه و بیشتر از این نره، اینه که به نظر من نکته مهمی که فیلم شما داره اینه که ما با اثری مواجهیم که بیشتر از این که به دنبال توصیف واقعیت باشه، یعنی یه جور در واقع ناتورالیزم خیلی ناشیانه ای که از نداشتن جهان بینی میاد، از نداشتن مسئله و درونی نکردن مسئله میاد. این چیزی که تو فیلم تو به نحو خیلی احسن وجود داره، ما با فیلمی مواجهیم که اتفاقا مسئله اجتماعی رو درونی کرده و برای همین به این نتیجه رسیده که حرف زدن به معنای مکالمه و به معنای برقرار کردن دیالوگ راهکار بازنمایی درست مسئله اجتماعی نیست، بلکه ما از خلال تصویر و وهم و کابوس واقعیت پیرامونی رو میتونیم بسیار هنری تر و حتی بسیار شاعرانه تر به تصویر بکشیم. به نظر من خوب راجع به این صحبت بکنیم که اساسا کار سختیه که این کار رو اولا توی پنج دقیقه و نیم حالا حدودا انجام داد و دوما این که این تعمد در نداشتن مکالمه و دیالوگ آیا از همین ماجرا میاد که تو یه جورایی انگار خسته شدی از این حجم بیانگر و در واقع گویا بودن فیلم‌های سینمای ایران، یا اینکه نه دلیل دیگه‌ای داره که لزوماً برآمده از حالا فضای کلی جامعه و سینما ایران نیست و میتونه خیلی شخصی باشه اساساً؟ یه مسئله‌ای که خب یعنی چند بخش داره و چند وجه داره برای من این مسئله، یکی تو بحث مونولوگ بودگی یا بدون دیالوگ بودن، یه مقدار این قضیه برای من زمینه در تجربه پیشینم توی حوزه تئاتر داره و یکی از خب مفیدترین تجربه هایی که توی تئاتر داشتم کارگردانی نامه های شبانه بود و توی اون کار ما با دو مونولوگ در هم ادغام شده مواجه بودیم و این فضای فکری از پیش در من وجود داشت و جلوتر که رفتم متوجه شدم در امر فلسفی هم ما حتی نیاز به مونولوگ داریم، یک مونولوگی باید شکل بگیره و بعد دیالوگ فلسفی بر مبنای اون مونولوگ استوار بشه و این در مجموعش با اون تجربه که از پیش بود، خب به لحاظ واکنشی که از جنبه های اجتماعی سیاسی آثار میتونن نشون بدن، خب برای من خیلی جالب توجه بود و اساساً جنس مونولوگ، اون نحوه خطاب اجرا به نظر من یکی از شیوه هایی که این روزا کارکرد بسیاری تو جامعه ما داره. از طرف دیگه پاسخ دیگه‌ای که من میتونم در رابطه با این ویژگی کار داشته باشم اینه که این طرح
اساساً بر پایه یک در واقع مقوله کابوسوارگی، اون چیزی که کافکا تو ادبیات خودش داره و مثال‌های مشخصی وجود داره در این رابطه، خب یکی از مبانی اصلی این در واقع فیلم رو ساخته. ما با یک ادبیاتی مواجهیم که آشناست برای مخاطب، کاراکتری رو داریم که اون کاراکتر شناسایی شده است و با انبوه فیلم‌هایی که شخصیت سازی می‌کنن مثل جوکر، خب ما داریم این در واقع عام جامعه داره این کاراکترها رو تجربه می‌کنه به نوعی، و اینها همون کاراکترهای بیرون افتاده از جامعه، طرد شده از مینستریم هستند که خب مسئله اینجاست که وقتی ما میاریم تو فرم کابوس، اساساً من فکر می‌کنم یعنی فیلمنامه اصلی در حد یکی دو دیالوگ داشت که من همون رو هم حذف کردم و فکر می‌کنم اینقدر بیانگری داشت این در هم رفتگی کابوس و واقعیت، اینقدر محلی از اعراب ایجاد می‌کرد که ما حتی نیازی به اون دیالوگ، به اون مفهوم کلاسیکش نداشته باشیم. چیزی که میگی خیلی جالبه، چون دقیقاً این کافی بودن، بیانگر بودن فیلم لازم تصویری که روش اشاره می‌کنی، به نظر من از خلال همنشینی دو تا موقعیتی که توی فیلم ترسیم میشه کاملاً در اومده. یعنی ما یک موقعیت کابوسواری رو در کنار یک بیدار شدن و به یک آگاهی رسیدنی قرار میدیم که دیگه لزومی نداره در مورد اینکه این آگاهی در مورد چه ورطه‌ای اساساً با چه پیش زمینه فکری، فلسفی، اجتماعی یا حتی سیاسی میاد، و همین همنشینی، یعنی تمرکز بر همنشین کردن دو موقعیت بسیار متضاد اما به لحاظ تماتیک مشترک، به نظر من این بحث رو رسونده و کاملا گویاست. دلیل اینکه من به این ماجرا اشاره کردم هم همین بود که یه اشاره‌ای به این بکنیم که اساسا سینما به عنوان یک مدیوم تصویری که تصویر درش بسیار پراهمیت تر از بیان و دیالوگ، تمرکز بر همین همنشین کردن تصاویری که به قدر کافی خودبسنده هستن، خودش میتونه بر هر نوع ارائه دیالوگ، ارائه اطلاعات از خلال دیالوگ و گفتگو در واقع غلبه بکنه و از کار رو به یک ساختار سینمایی نزدیکتر بکنه. حالا راجع به اون فضاسازی که اشاره کردی، فیلم به نظر من کاملا فیلم موقعیت محوره. یعنی ما با یک فضایی مواجهیم که از خلال فضا قراره به متن و پیام برسیم، حالا اگر بخوایم اون جنبه ارتباطی و رسانه‌ای سینما رو هم در نظر بگیریم. چیزی که به نظر من توی فضا سازی فیلم یک حرکت هوشمندانه تلقی میشه و میخوام بدونم که آیا اساسا این هم باز تعمدی بوده یا کاملا درونی و ناخودآگاه بوده، اینه که معمولا فضا سازی از خلال میزانسن و صحنه پردازی توی سینما معنا پیدا میکنه. یعنی بیش از هر چیز تمرکز روی این دوتا المانی که گفتم خیلی پررنگه. حتی توی فیلم مهمترین اساتید سینما مثل بیضایی و غیره هم که ببینی، از خلال به ویژه میزانسن و بعد صحنه پردازی به لحاظ چینش صحنه، منظورمه، فضاسازی رو این گونه القا میکنن. یه حرکت جالبی که به نظرم تو توی اسب انجام دادی اینه که بازی، اولا در درجه اول بازی بازیگران، بازی مؤکد و اغراق شده، من اسمش رو تئاتری نمیذارم چون لزوما تئاتری نیست، اینا تلقی های عامه یکی از جنس بازی وجود داره. خیلی از اوقات این تاکید میتونه سینمایی باشه، لزوما تئاتری نیست. یکی نوع بازیه و یکی هم از خلال گریم و طراحی لباس. به نظر من یک در واقع تاکید هوشمندانه‌ای داری توی فیلم از روی این ماجرا که علاوه بر صحنه پردازی، از خلال نوع برونگرایی یا درونگرایی شخصیت‌ها یک، و از خلال نوع پوشششون که میتونه همون بازتاب دهنده جایگاه اجتماعیشون باشه، این فضا سازی رو القا بکنی. من این رو خیلی توی فیلم دوست دارم. به نظرم یه ویژگی برجسته فیلم اینه که روی همون عناصر تکراری فضا سازی که عموما توی سینما براشون تاکید میشه آکسان نمیذاره و اتفاقا تمرکزش رو میبره روی نقطه‌ای که معمولا کانونی نیست، یعنی بازی و طراحی صحنه و لباس که مهمن اما خیلی فضا ساز و موقعیت ساز نیستن. در مورد این به نظرم خوبه گپ بزنیم با هم دیگه. در رابطه با ویژگی‌های مختلفی که من اسمشو میذارم عناصر بصری و شنیداری مختلفی که میتونه به کمک ما بیاد برای درک آنچه که باهاش مواجهیم،
یعنی من یه مقدار توی مدیوم های مختلف تجربه‌ای که کردم و حالا در واقع سعی کردم به صورت تخصصی با نگاه حرفه‌ای حرکت کنم توی حوزه هایی که فعالیت داشتم، همیشه این برای من یک مسئله بود که درسته که مدیوم یک اسم واضحی داره، اسمش سینماست، اسمش تئاتره، اسمش نقاشیه، اما برای من مسئله اینجا بوده که ما چطور میتونیم در درون خود این مدیوم به امکانات فراتری دست پیدا کنیم. این برای شخص من در ذهن من یک وضعیت اول از همه شخصی داره، که یعنی من باید با یک وسواسی در اتاق رو به خودم ببندم و بشینم از اول به همه چیز فکر کنم، با وجود اینکه سینما از قبل وجود داشته، تئاتر از قبل وجود داشته و هر آن چیزی که در این جهان حالا معروفه که میگن همه چیز امتحان شده و دیگه چیزی برای تجربه کردن وجود نداره، من فکر میکنم کیفیت تجربه‌ای که تولید کننده توی هر کدوم از این مدیوم‌های هنری داره میتونه تأثیر بذاره روی خود اون کار، فارغ از اینکه چقدر موفق باشه و چقدر موفق نباشه. چیزی که من خیلی بهش تاکید داشتم بیان کردن مجموعه قاب‌هایی بود که به صورت پشت سر هم تو ذهن من می اومد بر اساس فیلمنامه. البته یه تغییر کوچیکی توی سکانس دوم دادیم فیلمنامه رو با مشورت آقای سرور و دوستان دیگه. خب این پذیرش و اقبال بیشتری هم احساس میکنم فیلم دریافت کرد از قبل این تغییر، البته حدس منه، اما تمام تلاش من این بود که هر آن چیزی که احساس میکردم مخاطب باید در لحظه ببینه و همزمان بشنوه و تمام اون مجموع عناصری که باید در اون یک ثانیه به خصوص، در اون یک پلان به خصوص اتفاق بیفته تا منظور انتزاعی من برسه، خب این چیزی بودش که میبرد فیلمو به این سمت که من توجه کنم به این که من 5 تا تیپ دارم. این تاکید میکنم که اینا تیپ هن و این 5 تا تیپ باید نمایانگر یک وضعیت کلی باشن که من هیچ اجباری نداشتم که بخوام واقعی کنم فضا رو، چه بسا که این حد از تجربه پیش رفتن در رابطه با گریم، در رابطه با لباس. خب ما توی لباس یه سری قواعد عادی لباس پوشیدن رو حتی زیر پا گذاشتیم و من تصورم اینه، خب من یه نکته هم در رابطه با بازی ها بگم، بازیگرهای ما همه کسانی بودند که دانشجویان تئاتر بودند، فارغ التحصیلان تئاتر بودند و فعالیتشون مستقیماً توی حوزه تئاتر بود و خودم هم داشتم در واقع از یک فضای تئاتریکال وارد این قضیه می شدم. اولین پروژه حرفه‌ای بود که تو حوزه تصویر داشتم به عنوان کارگردان پیش می بردم و آگاه بودم به این اتفاق، به این که به هر حال اون فضای تئاتری تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. من حتی تو شکل ساخت کار، خب کاری که خیلی از بچه های دیگه هم ممکنه انجام بدن توی حوزه فیلم و طرفدارش هستم، تمرینه و ما پلاتو رفتیم تمرین کردیم، شاید نه به اندازه یک تئاتر، اما من احساس کردم که این جزء از صفر فکر کردن هاست. ما یک بار باید بریم توی پلاتو و تمام اون فضای مورد نیازمون رو بسازیم، از صفر بیاندیشیم و دوباره خلق کنیم یک فضایی که خب نویسنده اون رو نوشته، چند سالی دست من بوده بهش فکر کردم و مجموعش این میشه که آره یک سری جاها ما به یک امکاناتی سعی کردیم دست پیدا کنیم، در بحث بازی، در بحث لباس، در بحث گریم و این که من فکر میکنم که آره خب شاید نمیشد که مستقیما الگو برداری کرد. البته که من نمیتونم انکار کنم همیشه خب کسایی که در واقع کار میکنن کار میبینن و قطعا تحت تاثیر هستن، بعضی از این تاثیرها دوره‌ایه و در یک کار دو کار تاثیر خودشو میذاره و تموم میشه، هر از گاهی نه ممکنه اون تاثیرات یک الگویی رو بسازن برای آدم و خود آدم هم بتونه اون الگوها رو به عنوان یک مؤلف کاملتر بکنه برای خودش، برای استفاده شخصی خودش. و این در مجموع اتفاقی بود که رخ داد که من نخواستم دنبال کهن الگویی برم، دنبال یک شیوه و یا رسم کلاسیکی برم برای اینکه بخوام اون حرف رو در قالب، یعنی این فیلمنامه که خودش هم فیلمنامه
مدرنی هست، فیلمنامه کلاسیکی نیست، حتی تو حوزه بحث کار کوتاه و خیلی از فستیوال‌ها به عنوان کار اکسپریمنتال در نظر میگیرن کارو و جشنواره‌هایی که تو فضای فانتزی و سورئال کار میکنن. و خب سلیقه ها میتونه در رابطه با نظر دادن سبکی متفاوت باشه، ولی خب این فضایی بوده که دریافت کرده و من میفهمم چرا این اتفاق افتاده، چون کهن‌الگویی وجود نداره که بخوام ازش تبعیت بکنم. به نظر من تنها چیزی که میبایست ازش تبعیت میشد اون جان کلامیه که باید میبود و با یک فرم برتر این باید خودشو در واقع فریاد میزد. مرسی، خیلی بحث خوبی بود. نکته ای که به نظرم خوب باز بریم سراغش، حالا راجع به اجرا الان تقریبا به طول و تفصیل صحبت کردیم، بریم سراغ متن و فیلمنامه اگه موافق باشی. اشاره آخر خودت هم به ساختار فیلمنامه بود، باز موافقم که ساختار فیلمنامه ساختار کاملا بازیگوشانه ای داره. ما با یه فیلم کلاسیک مواجه نیستیم از اون جهت که اگر بخوایم اون پرده بندی های در واقع جا افتاده سینمای کلاسیک رو مبتنی بر مقدمه بدنی اصلی و مؤخره در نظر بگیریم، فیلم تو به شکل خیلی جالبی اون مقدمه ها رو نداره، از اون جهت که تو دقیقا سعی کردی از خلال فضاسازی و خلق موقعیت و از خلال همون آشنایی پنداری هایی که از نوع گریم و پوشش شخصیت ها و جنس بازیشون داره منتقل میشه، دیگه بی خیال اون مقدمه بشی. اساسا با توجه به مدت زمان اندکی هم که در واقع برای فیلم در نظر گرفتیم، اما با یک فیلمی مواجهیم که انگار از پرده دوم تازه شروع میشه و ما داریم اون ادامه تجربه شخصیت ها و تلاششون برای برای رسیدن به یک نظم نوینی که مد نظر خودشون هست رو ببینیم، که خب با دو قطب متفاوتی مواجهیم که نظم جدید هم از نگاهشون قاعدتا متفاوته. چیزی که من دوست دارم توی فیلمنامه اینه که فیلمنامه درستیه کاملا، یعنی توقعی که شما از رسیدن یک ای تازد باز نه به معنای کلاسیک، حتی توی ساختار مدرن، توی ساختارهای دورانی و چرخشی هم ما باز یک سیری داریم که حالا ممکنه به صورت چرخشی تکمیل بشن و نه لزوماً خطی. به نظرم این اتفاق توی اصل میفته، یعنی ما با فیلمنامه مواجهیم که موقعیتش رو کاملا درست تشکیل میده، وقتش رو تلف پرداختن به در واقع جزئیاتی که زیاد لازم نیست پرداختن بهشون نمیکنه و در پایان هم نتیجه ای میگیره از در واقع موقعیتی که خلق کرده و مخاطب رو با یک معنای خیلی گنگی در واقع تنها نمیذاره. ولی چیزی که به نظر من یه خورده به پاشنه آشیل فیلمنامه تبدیل شده و دوست دارم با هم در موردش صحبت بکنیم، نوع و جنس توزیع اطلاعاته. من فکر میکنم که بخش کابوسوار ماجرا از اونجایی که قرار به عنوان یک موقعیت شاید بتونیم بگیم سیزیفواری که مدام در حال تکرار شدنه و یک مابعضای بیرونی داره، قطعاً به نظر من جای این رو داشت که ما این چرخه رو به شکل کاملتری ببینیم، یعنی ما شروع چرخه و مختصاتش رو میبینیم، ولی اینکه این چرخه میتونه به چه نتایج دیگه‌ای بجز اون حالا بیدار شدن از اون کابوس بیانجامه، قطعا همه اینها نشون دادنش توی یک فیلم کوتاه شدنی نیست، ولی در حد یک اشاره دراماتیک به اینکه این آدم در این لوپ و این چرخه میتونه به چه اسارت‌های دیگری بیانجامه که لزوماً به معنای اون بردگیش در دل سیستم نیست. جای این رو داشت به نظرم که پیش از نتیجه گیری فیلم، که درست و خوبه ولی در واقع جای بدی به نظرم کات میخوره، یعنی ما میتونیم این تجربه رو خیلی جای بیشتری ادامش رو ببینیم. فکر میکنم میتونستیم با یه تجربه درخشانتری مواجه باشیم در سطح فیلمنامه. من حس میکنم که این چرخهه توی فیلم الان کامل نمیشه و دوست داشتم که کامل شدنش رو ببینم، هرچند که آسیبی در واقع به فیلمنامه وارد نمیکنه، اما فیلم رو به فیلمی تبدیل میکنه که میتونست خیلی فیلم درخشانتری بشه. دوست دارم راجع به این با هم دیگه صحبت بکنیم، به خاطر اینکه به نظرم مثلا دستاورد مهم تو عرصه تم و در اون مایه است که مربوط میشه مستقیما به فیلمنامه. چیزی که اتفاقا توی فیلم تو دوست دارم اینه که مثل فیلم‌های اجتماعی ایرانی به دنبال فریاد زدن یک راهکار برای یک مسئله واحد نیستی، بلکه تو اتفاقا بخش مهمی از قضاوت رو به مخاطب واگذار می‌کنی و اینکه طغیان کردن بر علیه این سیستم حالا باید چگونه مبتنی بر چه ویژگی‌هایی باشه رو لزوماً سعی نمی‌کنی به مخاطب حقنه کنی، بهش میگی که تو با خانش خودت از این وضعیت میتونی به اون رهایی برسی. اینش خیلی درخشانه و من فکر می‌کنم که اگر اون بخش اول پررنگ‌تر می‌شد ما این تم رو خیلی کامل‌تر می‌تونستیم درکش بکنیم. دوستان در مورد این صحبت کنیم. من خب حالا
انوش مسعودی نیست و قطعا میتونه خیلی توضیحات خوبی به ما بده و میتونست بده اگر بود، ولی اون اطلاعاتی که در واقع من از سرگذشت این فیلم نامه حالا به لحاظ محتوایی و حالا پروسه تموم شدنش دارم اینه که این فیلم نامه بلندتر از این بود، کوتاه بود ولی فضاهای استعاری و انتزاعی بیشتری داشت، از این جهت که حتی تیپ‌های دیگه و بدن‌های دیگه‌ای به کار اضافه می‌شدن در همون قسمت اول کارتون فضای بیابون، و انگار اتفاقی که برای فیلم نامه افتاد در سیر بازنویسی‌هاش به مرور مینیمال‌تر و مینیمال‌تر شد. یعنی من وقتی با فیلم نامه طرف شدم می‌دونستم با یه اثری طرفم که کاملا مینیماله، و من اگر بخوام ریخت و پاشی توی این فضا داشته باشم خیلی لبه تیغه و اندازه به باریکی مو در واقع میتونه کاملا فیلم از مسمای خودش، معنای خودش خارج بشه. این یک چیز کلیه در رابطه با فیلم نامه که خب سعی داشته این فضای فانتزی رو شاید حتی یه مقدار با رنگ مایه های شرقی و با کارهای بدنی که حالا بیشتر این روزها داره باب میشه توی فضای فیلم های تجربی یه مقدار میخواست ادغام بکنه، ولی میگم سیر بازنویسی فیلم نامه به این سمت رفت که هرچه استانداردتر و مینیمالتر، یعنی اینها انگار این استاندارد بودنه با اون مینیمال بودنه یه جورایی با هم منطبق شدن. این برداشتی که من از اتفاقاتی که درباره فیلم نامه افتاده میدونم دارم، ولی خب توی بحث این که ما بتونیم میتونستیم این چرخه رو کامل‌تر کنیم شاید بتواند رخ بدهد، و من فکر میکنم که این تجربه زمانی که هنوز به عینیت در نیامده بود خب مرز مخدوشتری داشت، به خصوص برای فضایی که ما داریم خلاف جریان آب شنا میکنیم. نه جریان تهیه و تولید جریان تهیه و تولیدیه که حمایتی باشه و قرار باشه که به واسطه در واقع اون حمایتی که از پیش تولید میشه فیلم تا نهایت پخشش هم تکلیفش روشن باشه که قرار چه اتفاقی بیفته، خب ما این موقعیت رو نداشتیم و مرز امور برای من خیلی مخدوش بود، و من ترجیح دادم که اتفاقا این سادگی فیلم نامه رو که من فکر می‌کنم این ویژگی منجر به ساده تر شدن فیلم نامه میشه، این سادگی فیلم نامه رو به فال نیک بگیرم و تلاش کنم اتفاقا تو حوزه بیانگری، تو بحث کارگردانی، تو بحث چیدن عناصر مختلف کنار هم با تجربه‌ای که از فضاهای پیشین داشتم بتونم کار استانداردی تولید بکنم، ولی قطعاً میتونه به نظرم این ایده ها بست بیشتری پیدا بکنه و شاید حتی انتظار عده‌ای دیگر رو هم بتونه طرح‌های دیگری برآورده بکنه که شاید بتونن در واقع با فیلمنامه‌های دیگری، با محتواهای دیگری حس اینو پیدا بکنن که فقط بیان مطلب نبوده، فقط بیان یک پدیده نبوده، فقط بیان یک چالش نبوده، و حالا داره شاید یه کیوهایی هم میده که مسیر به این سمته، باید اینجوری حرکت کرد، این نقد اخلاقیشه، این موزگیری اخلاقیه، و میان جنبه های مختلف، و شاید از حتی اگر هم نخواد موزگیری های خاصی رو به عنوان راه حل نشون بده شاید از بله بتونه میتونسته مبسودتر هم عمل بکنه به لحاظ فیلم نامه. ولی خب به نظر من حالا اگه بخوایم یک جنبندی هم از نگاه همون ارائه بدیم، فیلمیه که با وجود این نقصانهای اندکی هم که من بهشون اشاره کردم باز هم اثر بسیار قابل توجهیه، و به نظر من لازمه که به این جنس از سینما بها داده بشه، حتی اگر اون رو از جنس فیلمهایی بدونیم که اساسا خودشون رو پیام محور و دغدغه محور به معنای عریان کلمه میدونن، اما فیلم اتفاقا سعی نمی کنه این عقیده و بیان رو به شما حقنه بکنه، بلکه شما دقیقا درگیر یک فرایند شهود بی واسطه‌ای میشید که از خلال تصویر قصد داره بر شما تأثیر بگذاره. این مهمترین نکته ای که به نظرم اصل رو تبدیل به فیلمی میکنه که تو فضای فعلی سینمای کوتاه ایران، میگم باز به ویژه توی فیلمهای کوتاه ایرانی، تبدیلش میکنه به یک اثر بسیار ارزشمند، اثری که پرگویی نمیکنه ولی در عین اینکه بسیار مینیمال و کمگو سعی میکنه یک مبحث تماتیک رو جا بندازه، شما رو حتی اگر موافقش به لحاظ ایدئولوژیک و عقیدتی هم نباشید به فکر فرو میبره و سعی میکنه از خلال نمایش همون چرخه‌ای که این انسان‌ها و شاید ما خیلی از ماها درگیرش هستیم و
از خلال آگاه سازی درباره این کابوسی که تبدیل میشه به واقعیت روزمره تک تک ماها، حتی اگه نسبت بهش آگاه نباشیم، خیلی موفق عمل میکنه و فیلمیه که به نظرم جای دیده شدن داره و قطعاً به نظرم میتونه اتفاقات خیلی بهتری براش بیفته و خیلی خوشحالم هستم که توی جشنواره‌های مختلف فیلم دیده شده و امیدوارم که توی کشور خودمون هم فرصت دیده شدنش به نحو احسن فراهم بشه. لطفاً. خیلی خوشحال شدم. مرسی. خیلی ممنون. مخلصم.